هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از نظام قراضه ولایت و بحران‌های همه جانبش و شیخ فری هراسونی که کاری جز قمپوز در کردن ازش بر نمیاد. من و دولت من و کارگزاران این نظام با کمک قوای دیگر، نیروهای مسلح و با هدایت مقام معظم رهبری و با ایثار شما مردم، ان شاء الله بینی آمریکا را به خاک خواهیم مالید. این روباه بنفش میخواد با این حرفا آتش بحران ها رو خاموش کنه، اما خبر نداره که در واقع داره بنزین روی آتش میریزه. البته مردم و جوانای خوی هم اینطوری جواب خالی بندی های شیخ فری رو دادن. گله محمدی تلخور تلخور عصر گله محمدی تلخور تلخور آذربایجان تلخور آذربایجان تلخور 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 این هم یه پاسخ مختصر و مفید به ادعاهای پوشالی شیخ فری. آینده کشور به نظر شما به کجا میرسه؟ آیا روحانی آیا کلید تدبیر آیا به نظر شما آیا روحانی کلید تدبیرش کار انجام میده؟ اگه یادتون باشه چند وقت پیش مام جواد ظریف یه چنین مشتی حواله صورت باند رقیب کرد. بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت بازه. این کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟ والا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم. اما از اونجایی که زمین سفته و بساط شاخ زدن گاف ها ردیفه، دل با پس هم توپ رو شوتیدن تو زمین جماعت جام زهری. اکنون آقای ظریف باید معلوم کند منظور رو از پولشویی گسترده در ایران چیست؟ اگر اونگونه که از سخنان ایشان برداشت می شود پولشویی مورد نظر وی همون پولشویی مورد نظر FATF است، خب این اشتباه فاحشی است که یک مقام رسمی در سطح وزارت خارجه این گونه کشور خودش را متهم به پولشویی و فساد کند. البته فرض دیگر این است که سخنان آقای ظریف درست باشد. خب مسئول مبارزه با پولشویی در کشور کیست؟ مسئول مبارزه با پولشویی خود دولت است. البته خود اعضای مجلس وحوش هم از تیغ دست رو کنی در امان نیستن و یه عده دیگه اینجوری میرن براشون. 200 خورده این نماینده در مصاحبه هاشون در توییت هاشون اعلام کنن که به لایحه به طرح شفافیت رأی نمایندگان نظر رأی مثبت خواهند داد. وقتی رأی گیری میکنن 52 نفر رأی میدن. در همون آمریکای شیطان بزرگ شما میتونید امروز چک بکنید که 200 سال پیش نماینده کنگره به فلان لایحه چه رأی داده است. امروز تو این کشور هیچ کس هزینه ی تر رأیش رو نمیفهمه. ما حتی نمیفهمیم که نماینده، یعنی ممکنه نماینده مجلس بیاد امروز با شما به گونه ای حرف بزنه که با فلان لایحه مخالفه و برای منافع خودش یا حوزه انتخابیش موقع رأی دادن دقیقاً خلاف حرفش رأی بزنه. این طور که پیداست توی نظام ولایت همه یه جورایی سرکارن و برای همدیگه فیل بازی میکنن. این بابا نوئل نظامم که یه زمانی مهره اختصاصی عظما بود حالا فیگور اپوزیسیون گرفته و از ترس عاقبتش از این روزها میخونه. داریم چیکار میکنیم؟ وضع فقر این، وضع اعتیاد این، وضع فساد اجتماعی این، وضع فرهنگی این، وضع رشوه این، وضع کشور این، وضع قضا این، وضع اجرا این، ما میتونیم الگو بشیم؟ خلاصه همه توی نظام گیج میزنن و در حال قیقاج رفتنن. جنگ و دعوای گرگ‌ها بر سر قدرت در حالی ادامه داره که فریاد مردم ایران از گرونی و فقر بلنده. دست رو هر چی بذاری قیمتش سرسام‌آوره، از پسته
امروز 20 آبان 1397 20 کیلو پسته خریدم 3,800,000 تومان. پسته اکبری. همین پسته رو سال 90 یعنی 7 سال پیش 300 کیلوشو می‌خریدم این قیمت. یه ببینید عمق فاجعه چقدره. تا شامپو. سلام دوستان، اومدم شامپو بخرم، شامپو شبنم. این قیمت‌ها رو دیدم. 16,797 9,070 تومان. این یکی حالا ببینید به فاصله یک ماه تازه دو روزم کمتر 10,880 تومان، یعنی 1,800 تومان گرونتر. فینگیل آمریکا، فینگیل اسرائیل. و خلاصه تا همه چی. ای بای بحران و بدبختی و مصیبت از همه طرف به سمت عضوا هجوم آورده و درد اصلیشون هم اینه که خط خالیه. دیدم یه بچه ای از سر این کنج شلمشه پشت خاکریز یه کلاشینکوف رو برداشت دوتا شلیک کرد اومد بالاتر، یه تیربار گذاشته بود رفت پشت تیربار، یه چند تا رگبار سوار موتور شد اومد بالاتر، یه آرپیجی گذاشته بود رو سینه خاکریز، با شد یه موشک گذاشت شلیک کرد اینو رفت بالاتر بسیم 106 گذاشت. آقا جان پینجا چی ها داری میکنی؟ چی دار؟ گوانجی مگه نبینی؟ خط خالیه، نیروی نیست. ما بهش 10 نفر آدمی این کارا رو میکنم که اون باورشون بیاد چه خبریه. دقیقا حال روز این روزها این نگاه نکنی ها، اون همه در دیدار با رهبرهای ما فلانی ما رست دعوا بین صفحه اولی و صفحه دومی و این هاست و فلان این ها. خط خالیه. البته بسیجی ها دلشون میخواد که خط رو پر کنن، اما دوچاره یه چنین مشکلی هست. اولین مشنگ هفته این وزیر کشور کابینه شیخ فری بود که با یه چنین مزخرفاتی میخواست به بسیجی ها روحیه بده و بگه هنوز نظام طرفدار داره. این به خاطر علاقه به انقلاب، به امام، به مقام معظم رهبری، به امنیت و به دین است که مردم هستن با ما. البته علت این حرفا کاملا روشنه. علتش اینه که کار به جایی رسیده که حتی بچه های دبستانی هم دارن آتیش به ریش و ریشه آخوندا میزنن. دبستانم من نمیخوام هیچ کدوم های عکس کف داره عوضی کتابان باشه. ما جمهوری اسلامی رو میخواییم. توی این اوضاع و احوال بازار آخوندا روز به روز کسادتر میشه و حالا دیگه به قدری وضع خراب شده که مجبور شدن دستور توقف امامزاده سازی رو بدن. یعنی تا قبل از این ساخت امامزاده آزاد بوده. حجت الاسلام ولی الله عادلی مدیر کل امور اجتماعی و مؤسسات خیریه اوقاف اعلام کرده به هیچ عنوان اجازه ساخت امامزاده جدید را نمی دهد. امامزاده سازی در چند سال گذشته تبدیل به چالشی جدی شده و انتشار تصاویری از برخی بقعه های ناشناس با اسامی عجیب ابهامات بسیاری را در اذهان عمومی به وجود آورده است. وقتی کفگیر دجالگری به ته دیگ میخوره اون وقت کار به جل چنین روایاتی میکشه. رفته به ساعت جلسه برگشت و گفت آقا این گوسفندی که جل در بستی بلی جل عرض کماد بزنی زمین میشه بفروشش به من؟ وای بهادینه برو احترام دعا بود. وای بهادینه اوورد اینو گوشه حیات خونش نگه داشت، کاوش میداد، سبزی میداد، غذا میداد،
یه مدتی نگهش داشت گوشه حیاط. میگه روز تاسا بود آقای بهادینی، گفت زبش. گفتم آقا جریان چی بود؟ گفت اون روزی که داشتم رد میشدم این گوسفنده برگشت به من گفت آسد آقا رضا، اینا میخوان منو تو عروسی سر بره. من دوستم برای عباس سرم بریده بشه. میشه منو بخری نگه داری روز تاسا من سرم برای عباس بریده بشه؟ خیلی حساب کتاب در این خونه عجیبه. مشنگستان واقعی اینه که الان میخواییم با هم ببینیم. برای طرف مجلس معارفه ترتیب دادن، بعد معلوم شده اصلا کلن کسی که باید معارفه میشده یکی دیگه بوده. امروز در حالی که بنرهای معارفه ی آقای محمد خالقی به عنوان مدیر کل جدید پست خراسان شمالی بر در و دیوار سالن محل برگزاری مراسم نصب شده و تبلیغات گسترده محیطی و رسانه‌ای هم در این خصوص انجام شده بود، اما در لحظات پایانی مراسم و در میان تعجب همگان، آقای علی اکبر خانی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شد. تشریف بفرمایید. آقای مدیر عامل از تماس گرفتن، آقای خانی به عنوان مدیر کل استان معرفی شد. مجدداً قرارداد بکنیم. و این گونه در یک آن و در چشم هم زدنی سمت مدیر کلی پست خراسان شمالی تغییر کرد و آقای علی اکبر خانی به صورت خلق الساعه به عنوان سرپرست اداره کل پست معرفی شد. و بنرهایی که دقایقی بیشتر دوام نیاوردند. چون جناب آقای ازار جلیلی به آیان خدمت بازنشستگی و 30 سال خدمت، کسی که این جلسه رو ترتیب داده احتمالاً یه حالی مثل حال این موتور رو داشته. عظما داره زیر تحریما له میشه، بعد این دلواپسا هنوز در حسرت دوران قبل از برجامن. اما این طرف خوب فهمیده که این آخر کاری به چه خفت و خاری افتادن. به تیم مذاکره کننده تخصصی ما آمریکایی‌ها یه عکس می‌خواستن بندازن این برابر چاپ کنن، ما عکس باشون نمی‌انداختیم، التماس می‌کردن برای عکس انداختن که با افراد تیم مذاکره ما تکی عکس بندازن. ما همچین زبونی و ذلتی رو نمیپذیرفتیم. و یکی میره زبونی و ذلت رو میپذیره، این افتخاره؟ ما بگیم افتخاره که رفته با آمریکا مذاکره کرده. خب حاصل اون مذاکرهش چی شده؟ برای مردم چه ارمغانی آوردن؟ مثلا اینقدر آدم خفیف باشه که بلند شه در حد معاون رئیس جمهور بره دست به هواپیما بکشه؟ هواپیمای نو مثلا برن استقبال هواپیمای مثلا بوئینگ یا ایرباس؟ ما این چه خفت و خاریه که مسئولین جمهوری اسلامی بعد از انقلابات بپذیرن؟ منظورش اینه که چرا عظما انگشتش رو داد به جماعت جام زهری که حالا باید تاوان گاز برجام رو بده؟ حالا وقتش رسیده که گریزی به عرصه اقتصاد مقاومتی بزنیم و نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آپشن تولیدات داخلی. حجم سوتی‌های مهرهای نظام به جایی رسیده که تیویدیش هم مجبوره یه اشاراتی به اون داشته باشه. یک بخشنامه سایپا منتشر کرد، گفت اونایی که ال90 خریدن یا ساندرو خریدن بیان جاش دوتا پراید ببرن.
خربوزه مگه میفروشید دوستان عزیز؟ بعدم خودشون بخشنامه رو لغوش کردن. من خندم گرفت این خبر رو شنیدم، بعد با خودم فکر کردم که وقتی که اون آقای عاقل کلشون داره اینو میگه، اونایی که دور میز نشستن یعنی یک کدومشون هم متوجه نمیشن که آقا چه حرف خنده داری میزنی، مگه میشه آخه؟ هندونست مگه؟ قضایای مربوط به اعدام سلطان سکه و ادامه پیدا کردن دزدی‌های آخوندها در تیویریش اینطوری انعکاس پیدا کرد. البته در جریان ماجرای سلطان سکه هم بالاخره انتقاداتی وارده دیگه، که اصلا چی شد اینا، جرمشون به صورت مشخص چی بود، سکه هاش چی شد، اصلا واقعا اینا اعدام شدن؟ خب مثلا چرا تصویری ازشون دیده نشد، دیده نمیشه؟ اصلا دقیقاً جرمشون چی بود؟ اگه کسی یه چیزی رو زیاد بخره، مثلا من برم ماست زیاد بخرم، قرقرود زیاد بخرم بفروشم، مثلا یعنی جرمی انجام دادم. بعد خب اینا یه دوره‌ای داشتن با بانک مرکزی همکاری میکردن مثلا. حالا بالاخره ابهاماتی در ذهن مردم و افکار عمومی وجود داره و ایشالله که روشن بشه. در پایان توجه شما رو به حرکت هماهنگ این یکان نظامی جلب میکنیم که در نوع خودش بی نظیره. یعنی هی آدم با خودش میگه الانه که سوتی بدم، اما نمیدم. These four elite members will perform to the